استن گیبسن در این کتاب به این نظریه میپردازه که پترا خاستگاه اسلام و قبله اصلی مسلمانان هست و مکه در دوره‌ای پس از مرگ پیامبر مسلمانان به عنوان قبله معرفی شده. اگه اولین باره ویدئوی شبکه ما میبینید، روی دکمه سابسکرایب با علامت زنگوله کنارش کلیک کنید تا ویدئوهای بعدی رو زودتر ببینید. دن گیبسن باور داره که منطقه‌ای در شمال عربستان و نه مکه خاستگاه اصلی و اولیه اسلام بوده و بر مبنای جهت دیوار قبله قدیمی ترین مسجدهای به جا مونده از مسلمانان نشون میده که اونها در سالهای نخست اسلام به سمت پترا نماز میخوندن. اون در بخش دیگه ای از استدلالش عنوان میکنه که پیامبر مسلمانان از نبطیان بوده و اضافه میکنه که پترا به عنوان یکی از شهرهای اصلی نبطیان زادگاه پیامبر و محل زندگیش بوده. از اونجایی که گیبسن نبطی بودن پیامبر مسلمانان رو بدون جزئیات بیشتر به عنوان یک اصل پذیرفته، ما جستجوی کوتاهی در اینترنت داشتیم که به این مطلب رسیدیم و در اون به نقل از پیامبر مسلمانان و همینطور اولین امام شیعیان که پسر عموی پیامبر هم بوده اومده که اون از نبطیان هست. نبطیان از اقوام حاکم بر جنوب اردن و شمال شبه جزیره عربستان بودن که آثار تمدن بزرگشون در شهر پترا و چندین شهر تاریخی دیگه در این منطقه به جا مونده. اونها با مهارتی که در مدیریت منابع آب داشتن تونسته بودن حوالی شهرهای محل سکونت خودشون رو به باغهای پربار و مزارعی سرسبز تبدیل کنند و در این حال در بازرگانی و تجارت شهرت داشتند و بیشتر مسیرهای بازرگانی منطقه هم از محدوده محل زندگی اونها میگذشت. نبطیان چند خدا بودند و شاید جالب باشه بدونید سه ایزدبانوی معروف لات، عزا و منات از خدایان اصلی این قوم بودند. مشخصا عزا از ایزدبانوهای خونده میشه که قبیله قریش پرستش میکردند و البته شهر اصلی مرکز پرستشش هم پترا. دن گیبسن به نقل از روایت‌های پذیرفته شده نوشته که محمد پیش از اعلام نبوت برای خلوت و عبادت دور از هیاهوی مردم به غاری در نزدیکی شهر می‌رفت، غاری که در ارتفاع قرار داشت و البته ورودیش رو به شهر بوده، یعنی از مقابل غار می‌شد شهر رو دید. اما ظاهراً جایی که به اسم غار حرا در حوالی مکه است به این شهر مشرف نیست. در طرف مقابل اما در ارتفاعات بالای کوههای مشرف پترا غارهایی هست که بر اساس ساختارشون و آثاری که در اونها مونده میشه استنباط کرد که محلی برای عبادت در خلوت بوده و همینطور نبطیان این رسم رو داشتن که برای عبادت به ارتفاعات میرفتن و از جمع دور میشدند، عادتی که شبیه رفتار محمد هست. دن گیبسن مشخصا به غار بسیار بزرگی اشاره میکنه که در بلندای کوههای مشرف به پترا قرار داره و میتونسته محلی برای عبادت نه فقط محمد که بسیاری دیگه از نبطیانی باشه که میخواستن محلی خلوت برای دعا و نیایش داشته باشن. اون به داستان هاجر و اسماعیل و تلاشی که هاجر برای پیدا کردن آب داشت هم اشاره میکنه و اینکه زائران حج هر سال این داستان رو با 7 بار رفت و آمد بین دو کوه مروه و صفا بازسازی میکنند. به نظر گیبسن اونچه درباره مشخصات دو کوه مورد اشاره در این داستان مطرح شده با ویژگی های این دو کوهی که پترا رو در بر گرفتن همسانی بیشتری داره تا اونچه در مکه وجود داره، مخصوصا که بین این مسیر بین دو کوه در دوره یک رودخانه جریان داشته که میتونه همون منبع آبی باشه که به اسم زمزم در داستان هاجر و اسماعیل بهش اشاره میشه. به جز دو کوهی که به نظر گیبسن کوههای صفا و مروه در داستان هاجر و اسماعیل هستند، پترا یک ویژگی مهم دیگه هم داشت که منطبق با توصیفاتی هست که از محل زندگی پیامبر شده. این شهر در دره بین دو کوه و طوری ساخته شده که ساکنانش تونستن دو طرفش رو دیوار بکشن و از شهر محافظت کنن.
با فرض پذیرش این نظریه که قبله از پترا به مکه منتقل شده، سوال بعدی این هست که کی و چطور این اتفاق افتاده؟ دن گیبسن برای پاسخ این سوال تا دوره جنگ داخلی دوم مسلمانان عقب میره، یعنی دوره‌ای که به اسم فتنه دوم هم ازش یاد میشه و مربوط هست به اعتراض‌ها و قیام‌هایی که پس از مرگ معاویه و جانشینی یزید پسر معاویه به عنوان خلیفه مسلمانان به راه افتاد. معروف ترین این اعتراضات ماجرای کربلا و قیام حسین امام سوم شیعیان است. اما فرد دیگه‌ای به اسم عبدالله ابن زبیر هم بود که علیه خلافت یزید قیام میکنه. اون از سمت پدری نوه دختر عبدالمطلب بود که میشه عمه پیامبر و از طرف مادری نوه دختر ابوبکر خلیفه اول مسلمانان و خواهرزاده عایشه همسر پیامبر، فردی از قبیله قریش که گفته میشه در زمان قیام حاکم مکه بود. خلاصه روایت رسمی و پذیرفته شده این طور هست که پس از قیام عبدالله ابن زبیر، یزید سپاهی رو برای سرکوب به منطقه میفرسته و در نهایت اونها شهر مقدس رو برای 64 روز محاصره میکنند. در این مدت سپاه یزید که نمیتونسته به دلیل دیوارهای حفاظتی شهر بهش راه پیدا کنه، با منجنیق، سنگهای بزرگ و گاه آتشین به سمتش پرتاب میکردن که تعدادی به کعبه میخوره و حتی باعث آتش سوزی در بخشی از اون میشه. این حصر با رسیدن خبر مرگ یزید به پایان میرسه و سپاه شام به مرکزش یعنی دمشق برمیگرده تا از جانشین یزید حمایت کنه. این عقب نشینی به ابن زبیر فرصت میده تا کعبه رو بازسازی کنه و البته با استفاده از ضعف بنی امیه خودش رو تا زمان مرگ همچنان خلیفه مسلمانان معرفی میکنه. دن گیبسن چند نکته رو از این روایت برداشت میکنه. اول اینکه گفته میشه پس از مرگ یزید پسرش فقط برای 40 روز بر سر کار بود و سپاه شام هم برای حمایت از همین خلیفه جدید از حصر مکه دست کشید و به دمشق پایتخت امویان برگشت. اما اگر شهر مقدسی که ابن زبیر حاکمش بود مکه در نظر گرفته بشه، فاصله این شهر تا دمشق طوری هست که مسیر رفت و برگشت بین این دو شهر خیلی بیشتر از 40 روز طول میکشه و این مدت زمان برای رسیدن قاصد از دمشق به مکه و بعد بازگشت سپاه شام به دمشق برای حمایت از خلیفه جدید کافی نیست. یعنی قبل از اینکه سپاه حتی از مکه دور بشه، خلیفه جدید عملا از قدرت کنار رفته و نیازی هم به حمایت و حضور نیروهای نظامیش نداره. در حالی که این مشکل، یعنی موضوع مسافت جغرافیایی بین پترا و دمشق وجود نداره و در مقایسه با مکه این دو شهر خیلی به هم نزدیک هستند. نکته دوم از روایت قیام ابن زبیر به تخریب کعبه در حمله سپاه شام مربوط است و اینکه بر اثر سنگ‌هایی که به سمت مکه پرتاب میشه به کعبه آسیبی جدی وارد میشه و پس از پایان حصر شهر ابن زبیر به فکر نه تنها بازسازی تخریب‌ها بلکه نوسازی و تجدید بنای کعبه میافته. در روایت ها اومده که خود شخص ابن زبیر در عملیات تخریب کعبه حضور داشت و سنگ های اون رو از جا میکند. البته ما در جستجوها به این روایت هم رسیدیم که گفته میشه وقتی دیوارهای کعبه کاملا تخریب شد، ساکنان شهر از ترس نازل شدن عذاب از شهر فرار کردند. تخریب کعبه تا مشخص شدن سنگ بنای اون ادامه پیدا میکنه تا جایی که به سنگهای بزرگی میرسن که پایه ساختمان بود و به نوشته‌ای وقتی به این پایه ها ضربه‌ای وارد میشد، کل شهر به لرزه میافتاد و همه ساکنانش به وحشت افتاده بودند. در همین روایت ها هم هست که گفته میشه در حمله های سپاه شام حجرالاسود، یعنی همین سنگ سیاه مقدس در کعبه سپاره میشه و ابن زبیر این تکه ها رو در کنار هم در یک قاب نقره ای میذاره.
اما برداشتهایی که دن گیبسن از کنار هم گذاشتن روایت‌ها و داستان‌های مختلف در این باره داره کمی با روح کلی روایت‌ها متفاوت هست، به این صورت که به نظر اون ابن زبر در زمان قیام علیه یزید حاکم پترا به عنوان شهر مقدس مسلمانان بود و سپاه شام هم برای سرکوب اون نه مکه بلکه پترا رو محاصره کرده بود، مخصوصا که هیچ نشانه‌ای از دیواری که تونسته باشه مکه رو در مقابل هجوم این سپاه محافظت کنه به دست نیومده، در حالی که حتی امروز هم میشه نشانه های دیوار محافظتی پترا رو در حوالی شهر دید. اون باور داره که در حمله های سپاه شام به شهر در حصر پترا، مکان مقدسی که به عنوان قبله مسلمانان به کار میرفت آسیب میبینه و تخریب میشه. اما بعد از پایان حصر شهر و وقتی سپاه شام محل رو ترک میکنه، ابن زبر با این فکر که نزدیکی به پایتخت اموی ها اون رو در خطر همیشگی حمله نظامی قرار میده، به فکر مهاجرت و خارج کردن ساکنان شهر از دسترس اموی ها میفته. دن گیبسن در بررسیهاش به این روایت از تاریخ طبری اشاره میکنه که ظاهراً پس از پایان حصر شهر مقدس و تخریب کعبه در این دوره، موسی برادر عبدالله ابن زبر تعداد زیادی اسب و شتر به شهر مقدس میبره. البته درباره اینکه اونها با این اسب و شتر‌ها چه کار کردن در بقیه روایت کتاب طبری توضیحی داده نشده که به نظر دن گیبسن این بخشی از کتاب هست که مشمول حذف و اضافه های سالهای بعدی قرار گرفته. اما به نظر دن گیبسن اونها با استفاده از این اسب و شتر‌ها کاروانی بزرگ از ساکنان شهر پترا به راه انداختند و به طور دست جمعی به سمت صحرای عربستان در جنوب راهی شدند و در نهایت در مکه امروز ساکن شدند، جایی که ابن زبر ساختمان کعبه رو تغییر کاربری میده و جایی مشابه قبله‌ای که در پترا داشتن میسازه و از مردمش میخواد که رو به اون نماز بخونند. در همین شهر هست که ابن زبر برای جنگ دوباره با سپاه شام آماده میشه و تا زمان شکست نهایی و مرگش در همین شهر هم بارها با اونها وارد جنگ میشه. به باور دن گیبسن از این زمان هست که از یک سو هواداران ابن زبر و از طرف دیگه مخالفان اموی ها که البته بیشتر شیعیان بودند، به تدریج و برای نشان دادن مخالفت خودشون با اموی ها قبله رو به سمت مکه برمیگردونن و مساجد جدید هم به تدریج رو به مکه ساخته میشن. اون همینطور به روایتی از بیعت ساکنان کوفه با عبدالله ابن زبر میپردازه که در اون مردم کوفه برای نشون دادن تبعیت خودشون بهش میگن که اونها به سمت همون قبله نماز میخونن که ابن زبر نماز میخونه. به باور اون طرح چنین موضوعی تنها وقتی معنی دار هست که تفاوت قبله ها بین دو طرف منازعه روشن و بدیهی باشه و مردم کوفه برای نشان دادن مخالفت خودشون با امویان چنین موضوعی رو برای اثبات وفاداری به ابن زبر مطرح کردند. البته اون یه قدم دیگه هم برداشته و اینکه جهت قبله چندین مسجدی رو که در اواخر دوره امویان ساخته شدن بررسی کرده و متوجه شده که دیوار قبله مسجدها به سمت جایی بین پترا و مکه است. اون این دوره یعنی دوره حدود 100 سال بعد از ظهور اسلام رو دوره سردرگمی خونده، یعنی زمانی که نماز خوندن به سمت پترا یا مکه به معنای اعلام بیعت با یکی از طرفین جنگ بر سر خلافت مسلمانان بود و به نظرش عده‌ای که نمیخواستن وارد این بازی سیاسی بشن دیوار قبله مسجدهای تازه‌شون رو به سمتی ساختن که تابع هیچ کدوم از این دو جریان نباشه. بخشی از تاریخ در دوره مربوط به ابن زبر که دن گیبسن به سراغش نرفته ولی برای ما که با فرهنگ شیعیان آشنا هستیم معنادار هست، به قیام امام حسین امام سوم شیعیان قبل از قیام ابن زبر اشاره میکنه. این قسمت از روایت ها احتمالاً برای مخاطبان فارسی زبان آشناست که امام سوم شیعیان قبل از اینکه راهی کوفه بشه و البته در کربلا کشته بشه به مکه میره و 4 ماه رو در اونجا میمونه.
نکته بعدی اما نقشه‌ای هست که میشه با روش دن گیبسون استفادهش کرد، مخصوصا که مرگ امام حسین و البته دو امام اول شیعیان قبل از وقتی هست که گفته میشه قبله از پترا به سمت مکه تغییر کرده. جالب این که قبل از ما کاربر دیگه‌ای به زبان فارسی در یوتیوب به این موضوع پرداخته و نشون میده که دیوار قبله محل دفن امام اول شیعیان در نجف و همینطور امام سوم شیعیان و برادرش در کربلا روبه پترا ساخته شدن. لینک این ویدیوها رو میتونید در بخش توضیحات همین ویدیو پیدا کنید. به موضوع اصلی و پژوهش دن گیبسون که برگردیم، اون نوشته که موضوع تعیین مکه به عنوان تنها قبله مسلمانان در دوره خلفای عباسی به سرانجام میرسه و این شهر به عنوان شهر مقدس اصلی به رسمیت شناخته میشه و از همین دوره هم هست که دیوار قبله و محراب تمام مساجد به امر عباسیان به سمت مکه ساخته میشن، در این حال که برای یک دست کردن باورها دور تازه از بازنویسی اسناد و نوشته های تاریخی شروع میشه، یعنی نوشته ها و آثار تاریخی مربوط به پترا به عنوان قبله اصلی مسلمانان از بین برده میشن و اونچه در وصف این شهر ثبت شده بدون ذکر شهر به مکه نسبت داده میشن. جستجوهای ما برای پیدا کردن جزئیات بیشتری درباره این موضوعات ادامه داره و اگه تا اینجای ویدیو رو هم دیدین لایک و کامنت یادتون نره.